بخش چهارم بحث ما در مورد چه باید کرد رو شروع میکنیم محتوای کتاب چه باید کرد بر چند نکته تاکید داره اول اینکه طبقه کارگر به طور کلی لنین میگه حالا لزوما به طبقه کارگر روسیه اشاره نمیکنه میگه طبقه کارگر در درون خودش جزء مطالبات اقتصادی و اصلاح طلبانه نمیتونه برسه و بنابراین در یک انقلاب سوسیالیستی طبقه کارگر در رأس انقلاب نمیتونه قرار بگیره به خاطر اینکه طبقه کارگر صرفا میتونه مطالبات اقتصادی بکنه اصلاح طلبی رو میتونه مطرح کنه و با اصلاح طلبی و مطالبات اقتصادی انقلاب نمیتونه اتفاق بیفته بنابراین از همون ابتدا مشخص میکنه که یک گسست ایجاد میکنه بین رهبری انقلاب انقلابی که یک انقلاب ساخته شده است باز هم تکرار میکنم یک انقلاب مهندسی شده است به نظر او انقلاب باید اتفاق بیفته و این باید ساخته بشه از این لحاظ ما نمیتونیم بگیم که این مفهوم رو لنین میسازه متا مارکس منگرس هم از انقلاب صحبت میکنن متا انقلابی که میگن کارگران باید انجام دن لنین معتقد ولی که کارگران نمیتونن این کار رو بکنن چون در نهایت میرسن به یک مطالبه اقتصادی نکته دوم اینه که انقلاب فرایند خود انگیخته نیست و این یک فرایند خودانگیخته یک تنش هر اندازم که شدید باشه در یک جامعه بورژوازی نمیتونه برسه به اون چیزی که در ذهن او هست یعنی دیکتاتوری پرولتاریا در ذهن مارکس انگلس هم هست ولی اینا با هم تنزی زیادی متفاوت هستش و به همین جهت خودانگیختگی که تا حد زیادی میتونیم بگیم در مارکس و انگلز وجود داره رو نفی میکنه البته این هم یک واقعیت که مارکس و انگلز خیلی روی این مسئله بحث نکردن یعنی خیلی تاکید نکردن که حتما باید انقلاب رو کارگران انجام بدن این رو مطرح میکنن ولی نفی نکردن دقیقا که انقلاب اگر به صورت خود انگیخته به دست کارگران انجام نشه این انقلاب نیست این یک نقطه اساسی است که در... که یک نقطه ضعفی است که در اون ساختار مارکسی وجود داره همونطور که در ساختار مارکسی در مورد کشورهای جهان سوم و کشورهای غیر بورژوازی هم به نوعی نه تنها سکوت میشه بلکه حتی از شیوه تولید آسیایی صحبت میشه که دست رو باز میذاره بعدا برای اینکه در این کشورها به نوعی انقلابیونشون بگن که بله مارچ و انگلس هم به نوعی این مسئله رو پذیرفتن که اینا خاصن و میتونن وارد فرایند انقلاب سوسیالیستی بشن بر تقدیر نکته دیگه در کتاب این است که روی پیشتاز بودن طبقه کارگر روی پیشتازان طبقه کارگر تاکید میشه که این پیشتازان در حقیقت کسی نیستن جز خود روشنفکران و همین جهت هم تاکید میشه که این پیشتازان لزوما نباید از خود طبقه ریشه گرفته باشن و در حقیقت بحث لنین این است که اصلا نباید از خود طبقه ریشه گرفته باشن چون نمیتونن ریشه بگیرن چون هم گفتیم روی نکته تاکید داره که اصلا کارگران نمیتونن به چیزی جز جز مطالبات اقتصادی برسن به همین جهت هستش که معتقده که روشن فکران باید نمایندگی کارگران رو بر عهده بگیرن و به جای اونها انقلاب رو انجام بدن لنین که سابقه تبعید طولانی مدتی داره تقریبا 15 سال تبعید غرب رو منظورم است در غرب پیش از اینکه انقلاب اتفاق بیفته تقریبا 15 سال در تبعید بود لنین و در اونجا مجلات مختلفی رو شرکت میکنه یا خودش منتشر میکنه ولی مجله اصلی و مهمی که منتشر میکنه ایسکرا هستش که ارگان حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه است که از 1900 تا 1917 منتشر میکنه و سرآغازی است برای مباحث به صلاح انقلابی که در چوبت کرد مطرح کرده و در این مجله که بعدا در خود کتاب هم دائما به این مسائل برمیگرده او دشمنان خودش رو دشمنان خودی خودش رو نه حالا دشمنانی که میگه دشمنان طبقاتی دشمنان خودی خودش رو یکی در رویزیونیست ها میبینه یعنی کسانی که بهشون میگه تجد نظر طلب یعنی میگه در حقیقت اینا میگن خودشون ما مارکسیست هستیم ولی تجدید نظر طلب هستن این واژه ریویزیونیسم از اونجا اومده یعنی میخوان برگردن به بورژوازی و نظریات انقلابی خودشون رو کنار بذارن یکی با اینها شدت مخالفت خودش رو نشون میده یکی با کسانی که بهشون میگه طرفداران خودانگیختگی یا اسپونتانیستا و اسپونتانیستا رو بیشتر در چهره انقلابیون آنارشیستی میبینه که در خود روسیه هم وجود داشتن و معتقدی که اینها به هیچ نتیجه نمیرسن چون همش روی مسئله این هستند که خود کارگران خود زحمتکشان و غیره باید انقلاب کنن و تازه تفکیک اساسی بین کارگران و سایر گروه های زیر سلطه رو انجام نمیدن مخالفت دیگهش با اون کسانی است که بهشون میگه اکونومیست ها یا اقتصادگراها که مسئله در حقیقت انقلاب رو تقلیل میدن به نظر او به مسائل اقتصادی و مطالبات اقتصادی و بالاخره کسانی که بهشون میگه مارکسیست های قانونگرا یا قانونی یعنی کسانی که معتقدن باید در چارچوب قانون کار کرد و به این ترتیب میبینیم که به اینها به صورت بسیار دقیقی و حساب شده ای حمله میکنه ویزیونیست ها که شخصی که بیش از هر کسی لنین رو زیر فشار میگذاشت یا برای نسبت به حساسیت داشت ادوارد منشتین بود که انقلابی آلمانی که از 1850 تا 1932 زندگی میکرد و او رو متهم میکرد به اینکه حزب سوسیال دموکرات که اون موقع به حزب گفته میشد رو به جای اینکه یک حزب انقلابی باشه داره تبدیل میکنه به یک حزب اصلاح طلب و یا اصطلاحا یک حزب اصلاح طلب بورژوایی و همینطور حمله میکرد به نشریات که به اونا میگفت نشریات که در تبیت منتشر میشد و در اون اواخر قرن 19 19 و اوایل قرن 20 منتشر میشد نشریاتی مثل رباط دیب میل که بین 1892 هفت تا 1902 در ژنو منتشر میشد و همطور رباط چا میسل که در 1897 تا 1902 در سن پترزبورگ و ژنو و چند شهر اروپایی مثل ورشو و برلین منتشر میشد به اینها حمله یا حملات شدیدی میکنه آه... کسانی که بهشون میگه مارکسیست های قانونی عمدتا آه... پیر استروه هست یکیشون که از 1870 تا 1944 زندگی میکرد و یکی دیگه والنتین بولگاکوف هست که از 1886 تا 1966 زندگی میکرد و اونها رو ناسیونال لیبرالیسم برجوازی معرفی میکرد و معتقد بود که اینها در, در واقع ظاهران طرفدار مارکسیسم هستند ولی تمایل دارن که مارکسیسم رو ببرند در چارچوب سلطنت مشروطه کار کنه در چارچوب قانون کار کنه و چنین چیزی امکان پذیر نیست چون قانون متعلق به کسانی است که دارای سلطه هستند در حال استثمار هستند و غیره و هیچ چیزی بین انقلابیون و کسانی که در دولت هستند و در قدرت هستند جز انقلاب و جنگ نمیتونه وجود داشته باش و بر اینها کسانی بودند که لنین معتقد بود که باید اونها رو کنار گذاشت و بعدا هم که هر کدوم از اینها که در خود روسیه بودن کنار گذاشته میشن و بسیار دیگه که حالا چه رهبران حزبی بودن چه طرفداران اینها بودن به صورت سیستماتیک کشتار میشن و چون لنین در حقیقت همونقدر نسبت به اون کسانی که بهشون گفت دشمنان طبقاتی بیرم بود که نسبت به مخالفین سیاسی نزدیک به خودش هم هم دوره های خودش دوستان تبیدیش و غیره و بسیار بسیار با این مسئله اصلاحات هر تیپی از برنامه ریزی که نوع اصلاح طلبی رو مطرح کنه مخالفت میکرد یکی از به اصلاح نکاتی که روش تاکید میکنه در کتابش هم همینطور مسئله ترید یونیون ها هستن ترید یونیون های اتحادیه های کارگری انگلیس که بسیار قدرتمند بودن و اینا در تمام قرن 19 و قرن 20 قدرتمند هستن تا دوره مارگارت تاچر که مارگارت تاچر اینا رو خیلی تخریب میکنه بسیار قدرتمند بودن و همطور در آمریکا تا زمان که دولت به نوعی اینها رو میاره و تحت در دست خودش میگیره و تبدیل میکنه به تادی های زرد اینا بسیار قدرتمند بودن و سازماندهی میکردن قشر بزرگ کارگران رو آگاهی میدادن و غیره و عاملی بودن که میتونستن بسیار بسیار کمک بکنن به اینکه کارگران بتونن رشد بکنن همه اینها رو زیر سوال میبره گروهی رو که به نظر او فقط امنیت دارن گروه کوچک انقلابیونه حرفه‌ای هستن نه توده ها توده اصلا اصولا این واژه توده ای تودهی که مطرح میکنه درش شکل نوع تحقیری هست یعنی اینکه اینها کسانی هستند که مثل سربازان پیاده باید عمل کنند و اون انقلابیون حرفه ای باید رهبری رو در دست داشته باشن انقلابیون حرفه که به نظر او باید بسیار مخفی باشن مخفی کاری کنند کار مخفی رو مطرح میکنه و معتقد هستش که کار مخفی تنها شکلی هستش که میتونه از نفوذ پلیس در میان این انقلابیون جلوگیری کنه و اگر خب نفوذ کنه میکنن پلیس در این انقلابیون همه چیز بر هم میخوره و انقلاب از بین میره و باز میبینیم که از نظر او انقلاب یک برنامه است که باید باید پله به پله برنامه ریزیش کرد تا رسید به انتهاش و مسئله نیستش که یک حرکت اجتماعی باشه که بخواد به چیزی برسه بلکه حرکت اجتماعی است که باید اون رو ساخت هدایتش کرد رهبریش کرد سازماندهیش کرد براش ایدئولوژیت تعریف کرد این ایدئولوژی رو در داخلش بود و بعد نه اینکه قانع کرد افراد رو که به اصطلاح باید این ایدولوژی رو بپذیرن بلکه اونها رو باید فهموند بهشون که این ایدولوژی رو بپذیرن به طور کلی اون لحنی که در چه باید کرد علیه دشمنان نظری خودش میگم دشمنان نظری باز دقت داشته باشین نه دشمنان طبقاتی اون که اصلا مشخص بود از ذرش جز خون و جز خشونت نمیتونه کاری در اونا بکنه در مورد دشمنان نظری هم به شدت تحقیرامی صحبت میکرد توهین کننده الفاظ توهین کننده به کار میبرد گفتمان بسیار توهین کننده ای نسبت به اینها داشت و به هیچ عنوان حاضر نبود به پذیره که کسانی از لحاظ نظری با او مخالفت کنند لاقل در اون نکات اصلی